بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه فأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
بحث در تتمه مستفاد از آیه در جلسه بعد نتیجه مباحث گذشته در این جمله خلاصه میشه که بر طبق سنت مسلمت الصدور از شخص خاتم انبیا انقباض فاطمه زهرا انقباض اوست و انبساط فاطمه زهرا انبساط اوست و به مقتضای نص کتاب و ما آتاکم الرسول فخذوه تمام فرق اسلامی با قطع نظر از مذهبی دون مذهبی باید عزای فاطمه زهرا را مناسب با عظمت این مصیبت اقامه کنند و این قضیه تعبدی نیز با قطع نظر از مذهبی و مسلکی مقتضای ایمان به خدا و مقتضای ایمان به خاتم انبیا به حکم سنت قطعیه اقامه شعائر فاطمیه است. نتیجه این مباحث اینه که فاطمیه متعلق به شیعه نیست بلکه تعلق دارد به هر کس که ایمان به قرآن و سنت رسول داره. قهرن باید در انقباض خاتم منقبض باشه و در انبساط او منبسط. این قضیه از قضایاییست که قیاساتها معها منتها وظیفه دو طائفه سنگین‌تره. یکی وظیفه علما و خواص مسلمین که دقایق کتاب و سنت رو می فهمند و واقع را هم اونچنان که هست می دانند، قهرن وظیفه این طبقه سنگین‌تره.
طبقه دوم کسانی هستند که رابطه نسبی با صدیقه کبرا دارند و در زمره اولاد او شمرده میشن. این طبقه هم مسئولیت خاصی دارن که باید روشن بشه، اما عظمت مصیبت به بیان سنتی که در مذهب شیعه هست در اینجا یک حدیث کافیه، چون ایام فاطمیه در پیشه، این ادا از فردا شروع میشه، به سوم جماد ثانیه ختم میشه، مجالس و محافل باید در اقطار مملکت مشهون باشد به بیان فضائل اون حضرت، مناقب او و ما وقع علیها. این امر ضروری هر مسلمانی است، بلخص کسانی که پیرو به این مذهبن. اون روایتی که از طریق شیعه مطرحه، یکی بسه و اون روایت اینه: ابی عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی عبدالله. این سند از نظر فقهی برای مثل شیخ انصاری حجت در اهم مسائل فقهیه، قلت وسائط که یکی از امور مهمه در شدت وسوق به صدور. این جهت اولا. جهت دوم، احوال این رباط در رجال و روایاتشون. رجال روایت همه موثقن
به توصیات قدما اصحاب مثل شیخ و نجاشی یک نفر موثق به توصیق عام اون هم توصیق عام از شیخ طوسی در عده و از علی ابن ابراهیم در تفسیر رجال روایت هم دارای این خصوصیتن متن روایت اینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله این صیغه مفید دوام و استمرار کان رسول الله کار دائمیش این بود نه تنها به نحو اتفاق کان رسول الله یکثر تقبیل فاطمه فانکرت ذلک عایشه فقال رسول الله یا عایشه اینی لما اسری بی الى السماء دخلت الجنة فأدناني جبرائيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها فأكلته خصوصیت روایت اینه که مایه تکون بدنی او باید در مقام عبیتو عند ربی یطعمنی محقق بشه و این حقایق بهتاور منتها نه برای هر کسی برای اونهایی که به عظمت اسراء در اون شب واقفن و به اون قربی که اون شب محقق شد و بعد بفهمن شجره طوبا چیه اوصاف اون شجره چیز شجره ای که هیچ قصری در بهش از قصور همه انبیا و امم نیست الا این که
یک رشته از شجره توبا در اون قصره، از همچنین درختی تکوین شد، اون نطفه ای که مبدع تکون جسمانی او بود. بعد که فرمود من به زمین آمدم و خدا از اون ثمر شجره فاطمه را به من داد، بیان حضرت اینه: فما قبلتها قطو، هیچ وقت قطو نشد که او را ببوسم و بوی شجره توبا را استشمام نکنم. کسی که بدن اونه، آیا روحشیه؟ در اینجا بحث مفصلیست. در مباحث عمیقه ارتباط روح و بدن و تناسب بدن با روح، با توجه به اون دقایق، اگر بدن از درخت توبا باشد، مبدع جسم از اونجا باشه، مبدع روح از کجاست؟ اگر بدن چنین بدنیست، نفسی که به چنین بدنی تعلق میگیرد، اون نفس چه نفسیست؟ اینه که وقتی این حقایق روشن بشه، معنای بیان امام ششم تا حدی واضح میشه. چرا فاطمه فاطمه نامیده شد؟ چرا فاطمه از فاطمه، فاطم قطعه، فرمود فاطمه فاطمه نامیده شد؟ چون خلق از معرفت او منقطع است. دست عقل را از نیل به مقام منی اش قطع کرد. برهانش هم اینه، اگر بدن اینه، اگر مایه جسمانی از اعلی علیینه، آیا خمیره روحانی از کجاست؟ اینجا روشن میشه باد
به جان خود امام ششم که روح از چی مخلوقه؟ بدن از درخت توبات، اما روح من نور عدمت الله. اینم مبدع روح، من نور عدمت الله. دیگه اینجا قلم هر نویسنده‌ای میشکنه، بیان هر فقیهی و حکیمی الکنه. بدن از درخت طوبی، روح از نور عظمت خدا. اون وقت دل شب این بدن زیر خاک بره و کنار این بدن رادمرد عالم امکان بگوید ای کاش زنده نبودم و همچه وضعی را نمی دیدم. این واقعه چه جور باید احیا بشه؟ در اینجا مهم وظیفه اولاد فاطمه است. این هم قسمت دومه. اولاد فاطمه هر کس که ولد حقیقی است، اولا عنوان ولد عنوانی است که شامل کسانی هم که از ناحیه مادر فاطمی هستند شامل میشه. به حکم قرآن و من ذریتهی برهان این مطلب، اولاد منحصر به نسلی که از ناحیه پسر نیست، بلکه از ناحیه دختر هم بلده. لذا تمام کسانی که از جهت پدر فاطمی هستند در درجه اولا، تمام کسانی که از ناحیه مادر فاطمی هستند در درجه دوم، باید شام غریبان اون حضرت را که روز سوم جماد ثانیه شب که شد، امسال مقرره که در تمام شهرها هیئت خاص سادات باید شام غریبان بیرون بیان و وظیفه خودشون را نسبت به مادرشون ادا کنن. اینجا دو تا مطلب، یک مطلب اینه که شیخ صدوق در عیون روایتی نقل میکنه، مضمون این روایت اینه: نظر
به صورت ذریه اون حضرت عبادت این کلمه از کجا نشأت میگیره؟ نظر به کعبه عبادته، نظر به مصحف عبادته، نظر به صورت عالم عبادته، نظر به صورت یک فاطمی که فقط انتساب به او داره عبادت. بعد سوال شد از امام هشتم، این که نظر عبادت، نظر به ائمه ذریات، بیان امام اینه که این نظر به همه ذریه فاطمه است، یعنی اون سیدی که 14 قرن بعد هم بیاد باد نظر به قیافه او عبادت. این یک روایت. روایت دیگر در امالی شیخ صدوقه و اون روایت اینه که روز قیامت که میشه ظلماتی محشر رو میگیره، بعد که این ظلمت سیطره پیدا کرد، ناگهان یک انواری در محشر ظهور میکنه، مردم متحیرن که اینها چه طبقن، ملائکن، انبیان، شهدان. منادی ندا میکند انبیا نیستن، شهدا نیستن، اینها ذریه پیغمبر خاتمه. در هر سیدی که این دو خصوصیت پیدا بشه، اول از منهاج رسول خارج نشه، دوم لوس معصیت به دامنش ننشینه، این سید در دنیا نظر به صورتش عبادت میشه، در قیامت هم چراغ فروزان عرصه محشر میشه. ولی همه اینها از برکت چیز؟ باید ریشه رو پیدا کرد. سادات، علویین، علویات، ذریه رسول که منحصراً غیر از طریق صدیقه کبرا نیست، و این هم از عجایب عالم. چرا به اینجا رسیدن؟ این امتیاز منشأش چیه؟ منشأش اینه، وقتی از دنیا رحلت کرد که دیگه گفتنی نیست اونها، کسی هم در خانه نبود،
فقط اسماء بود. قسل کرد. خلاصه باشد. بعد دو پسر آمد. پرسیدن اسماء. مادر ما چه شد؟ هر دو دوینن رو به قبر پیغمبر. وا احمدا وا محمدا. تا وارد مسجد شدن اون چی که کمر شکنه اینه. امیر المؤمنی کیه؟ کسیست که هزار ضربت اثرش بر اون بدن بود، در هیچ ضربتی آه نکشید. اما همین که چشمش به این دو پسر افتاد قش کرد. حالا چه حالی شد؟ عبارت اینه: آب به صورتش پاشیدن. افتاده بود روی زمین. بعد از جا برخاست، آمد وارد خانه شد. وارد خانه که شد، پرده رو از روی صورت برداشت. اون اساس مطلب اینجاست: فکشف ان وجهها. فاذن برقعت عند رأسها. فَإِذَنْ فِيهَا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوست به فاطمة. بنت محمد اوست و هیه تشهد ان لا اله الا الله
أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يا علي أنا فاطمة أنا فاطمة در أنا فاطمة همه را گفت که من کیم بدنم چیست روحم چیست أنا فاطمة بنت محمد زوجني الله منك خدا مرا تزویج به تو کرده لأكون لك في الدنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري هنتني وغسلني وكفني أما بالليل وصل علي چی بوده از هنود از غسل از کفن تا برسه به دفن همه باید نیمه شب باشه ولا تعلم احدا بعد هم گفت یا علی تو را به خدا سپرد یعنی دیگه تنها یاور تو تنها رکن تو من بودم رفت اون جمله آخرینه سادات دیگه بفهمن چه وظیفه دارم اولا علویین علویات فاطمیین فاطمیات در تمام این مملکت شهادت حضرت زهرا روز سوم جماد ثانیه باید به وسیله شما برای همیشه تضمین بشه شام غریبان حیات سادات مستقلن بیرون بیان غیر سادات پشت سر اونها چرا؟ برای خاطر این که یک بلاغیست کسی تبلیغ کرده کسی واسطه تبلیغ اون مطلبی که رسونده به شما چیه؟ ختم وصیت اینه وقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامه به فرزندان من تا
روز قیامت سلام مرا برسان. معنی داره این کلمه، یعنی با نبگو نیمه شب هنود شد، کفن شد، دفن شد. وظیفه همه از خوات سادات معین شد. بار الله ما را به روح صدیقه کبرا ببخش، ما را مورد نظر فرزندش قطب عالم امکان قرار بده.